سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یک ویدیو دیگه. توی این ویدیو قراره بریم سراغ ایردراپ میمفای. راجب میمفای قراره صحبت بکنیم. پولکی ترین ایردراپی که توی این مدت منتشر شده، یعنی هر کسی هر کاری خواست توی این ایردراپ انجام بده باید یه چیزی خرج میکرد. حالا قراره راجبش صحبت بکنیم. اصلا من دیگه حالم داره از این ایردراپ به هم میخوره، اینقدر مبهمه، اینقدر داره قضیه رو میپیچونه. حالا راجبش صحبت میکنیم، بهتون میگم. امروز هم ماینینگش تموم میشه، ساعت 3:30 ماینینگ این ایردراپ تموم میشه. زمانی که من این ویدیو رو منتشر میکنم احتمالاً ماینینگش تموم شده باشه. الان حدود 2-3 ساعت دیگه گفتن ماینینگش تموم میشه. اما به هر حال ببینید، توی این ویدیو قراره راجع به کارمزد شبکه صحبت بکنیم، اینکه شما کارمزد شبکه رو باید چطوری پرداخت بکنین، اصلا باید پرداخت بکنین یا پرداخت نکنین و خیلی از موارد دیگه. پس حتما تا آخر ویدیو رو ببینین. یه سری نکته خیلی مهم قراره راجع به برداشتش بگم. فقط قبل از انجام این کار لطف کنید، اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریعا ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. خیلی خب، بدون هیچ معطلی برگردیم سراغ کارمون. ببینید دوستان، همونطور که بهتون گفتم اول از همه بریم راجع به شبکه میم کوین صحبت بکنیم. ببینید دوستان، ایردراپ میمفای اومده بود گفته بود که قراره روی شبکه لینیا اتریوم فعالیت بکنیم، که منم یه آموزش گذاشتم که چطوری میتونین کارمزد شبکه رو پرداخت بکنین و بهتون گفتم که آقا به هیچ عنوان مبلغی واریز نکنین. ببینید من الان خودم نزدیک 3 دلار واریز کردم. این 3 دلار پر اوکی این 3 دلار پر. خلاصه توی همون ویدیو هم بهتون گفتم به هیچ عنوان مبلغی توی این ایردراپ واریز نکنین، صبر کنین ببینین آخر کار چی میشه. الان ایردراپ قراره بخش ماینینگش تموم بشه، ماینینگش بستش، اسنپ شاتش رو ساعت 3:30 بگیرن، اما همچنان اینا شبکه رو عوض نکردن. قرار بود برن روی شبکه سوی، اگه اشتباه نکنم اسمش سوی بود دیگه، قرار بود برن روی شبکه سوی که همچنان همونطوری که میبینین روی شبکه لینیا قرار داره. خب ببینید، این مبهم حرف زدن اینا، این اصلا بی توجهی، انگار ول کردن کلن قضیه رو. این باعث میشه که راجع به برداشت این ایردراپ یکم تو شک و شبهه بمونیم. کلن قصد و غرض من از ضبط این ویدیو این بود که آقا زیاد عجله نکنید. ببینید ایردراپ های گذشته رو دیدین دیگه، هر ایردراپی که لیست میشه بهتون یک هفته دو هفته مهلت میده که مبلغ رو واریز بکنید، مبلغ کارمزد و برداشت بزنید. پس مثل من عجله نکنید و نیاین مبلغی رو واریز نکنید. بذارین ببینیم اصلا این ایردراپ روی کدوم شبکه میره، برداشتش از طریق کدوم شبکه است، ما ارز مادر رو چی باید واریز کنیم که بتونیم کارمزد شبکه رو بدیم، بعد بریم همون ارز رو بگیریم بیایم اینجا واریز کنیم. من الان این مقدار اتریوم ریختم، خب الان این اتریوم هم رو چی کار کنم؟ من اینجا که نمیتونم برداشت بزنم. کارمزد اتریوم هم بهتون گفتم فوق العاده بالاست. شما مثلا از صرافی داخلی میخواین اتریوم بخرین، کم کم برداشتش 30 دلاره، 7 دلار هم کارمزد میگیره. یعنی شما 30 دلار اتریوم میگیرین، 7 دلار کارمزد کم میکنه، حدود 23 دلار واسه شما میمونه. 6-7-42 تا 420 هزار تومان از شما کارمزد کم میکنه. به خاطر همینه میگم عجله نکنین. حالا راجع به خود میمفای، ببینید همونطور که گفتم ساعت 3:30 اسنپشاتش انجام میشه ولی هنوز شبکهش مشخص نشده. پس زیاد به حرفای این کانالا توجه نکنین که آی اگه این کارو نکنی نمیتونی برداشت بزنی یا از این صحبت ها. موقعی که لیست بشه حداقل بهتون دو هفته یک هفته مهلت برداشت میده، مهلت واریز کارمزد میده. این از این مورد. حالا من راجع به بدیاش خیلی گفتم که بازم قراره راجع به بدیاش صحبت بکنم، ولی راجع به خوبی که این ایردراپ داشتم یه نکته نظری رو بگم. ببینید دوستان، خوبی که این ایردراپ داشت از همه ایردراپ های دیگه بهتر بود توی بخش دعوت رفرال بود. ببینید توی همه ایردراپ هایی که توی همین چند وقت گذشته منتشر شدن، همشون گیر داده بودن که آقا رفرال بزنین، هر کی رفرال بیشتری میزد میتونست مبلغ بیشتری برداشت بزنه، ولی توی میمفای برعکس بقیه ایردراپ ها بوده. یعنی زیاد روی رفرال تمرکز نذاشتن. شما 1000 تا رفرال بزنین
کلن 50 میلیون سکه گیرتون میاد. ببینید این بغل سکه‌هایی که میشماره کلن 50 میلیون سکه گیرتون میاد، در حالی که کلن توی مینفای 50 میلیون سکه چیز خاصی نیستش. شما 2 روز بشینین سر این ایردراپ میتونین به 50 میلیون سکه برسین. پس ببینید 1000 تا رفرال دعوت بکنین اندازه 2 روز کار کردن توی ایردراپ بود. پس خلاصه این ایردراپ زیاد روی رفرال تاکید خاصی نداشت. البته بذاریم بهتون بگم این قبل از اسنپشاتشه، امکان داره زمان توزیع توکنا بگه آقا فلانی مثلا 500 تا رفرال آورده من بهش توکن بیشتری میدم. دقیقا کاری که همستر کرد. همسترم گفتش آقا من اصلا با رفرال کاری ندارم، دیدین که واسه هر رفرال هم کلن چقدر سکه میداد، 5000 تا سکه میداد، چقدر سکه میداد یادم نیستش، 5000 تا بود یا 25000 تا خلاصه. ولی زمانی که لیست شد دیدیم که رفرال چه تاثیر زیادی روش داشته. حالا مینفای گفته رفرال واسه من تاثیر خیلی خاصی نداره، ولی بازم نمیشه رو حرفاشون اعتماد کرد. خلاصه تنها خوبیش این بود که به گفته خودش رفرال زیاد توی توکن دهی تاثیر نداره. یه حرف 50 میلیون اینجا شد. ببینید دوستان، برای اینکه واجد شرایط دریافت توکن باشین باید حداقل 50 میلیون سکه داشته باشین. یعنی افرادی که زیر 50 میلیون سکه دارن واجد شرایط دریافت این ایردراپ نیستن و هیچ توکنی بهشون تعلق نمیگیره و این یک کار خیلی خوبه. ببینید شاید خیلیاتون ناراحت بشین اونایی که ول کردن، ولی این یک کار خیلی خوبه. چرا؟ چون به بلای همستر گرفتار نمیشه که مجبور بشه به تمام اکانت های فیک و علکی هم توکن بده و به افرادی که واقعا زحمت کشیدن توش توکن کمتری برسه. این کارشو خوشم اومد، این کارش خوبه. ولی خلاصه اگه 50 میلیون سکه ندارین، همین امروز میتونین 50 میلیون سکتون رو بگیرین. فقط کافیه بیاین وارد بخش تسک ها بشین. ببینید اینجا یه عالمه تسک داره که ارزش این تسکه از 50 میلیون چین از 100 میلیون هم بیشتره. شما بیاین فقط تسکه یوتیوبش رو نگاه کنین، نزدیک 30-40 میلیون تسک یوتیوب داره. فقط بذارین این صفحش لود بشه. ببینید هر ویدیویی که شما نگاه کنین 500,000 تا سکه میده. ببینید چقدر ویدیو قرار داره اینجا دیگه، نمیدونم چند تاست، 200 تا 300 تا ویدیوه، چقدر. من هر چقدر میرم پایین تموم نمیشه. فقط کافیه بیاین این تسکا رو انجام بدین، خیلی راحت به 50 میلیون که هیچی، به 100 میلیون 200 میلیون سکم میتونین برسین. پس از این بابت نگرانی نداشته باشین، همین امروز هم میتونین همش رو تموم بکنین. خیلی خوب دوستان، اینم از شرط اصلیش که گفته حتما باید به 50 میلیون سکه برسید. و در نهایت بریم سراغ نکته آخر. ببینید نکته آخری که راجبه این ایردراپ 100% روی توکن دهی تاثیر داره، الان یه حرفی بهتون زدم، گفتم این یه کار خوبی کرده، زیر 50 میلیون سکه رو اصلا توکن نمیده، پس به رفرالای فیک و اینام توکن نمیده دیگه. به شما میده، مثلا شما رفرال فیک واس خودتون زدین به شما توکن میده، به اون اکانت فیکتون توکن نمیده. پس اشتباه برداشت نکنید. ببینید به علاوه این کار خوبی که کرده بود، این ایردراپ 100% به افرادی که توش خرجی انجام دادن توکن بیشتری میده. دقیقا مشابه ایکس امپایر. این ایردراپ 100% به افرادی که توش هزینه کردن توکن بیشتری قرار پرداخت بکنه. البته این باعث نمیشه که به شما توکن خیلی کمتری برسه، چون توکن های شما با حذف رفرال و اکانت های فیک تامین میشه، جایگزین میشه، واسه شما مشکلی پیش نمیاد. ولی خب افرادی که توی این ایردراپ خرج کردن 100% مقدار توکن بیشتری گیرشون میاد. ولی بازم بهتون میگم، من اینو توی همه ایردراپ ها میگم، به هیچ عنوان پیشنهاد نمیدم که توی هیچ ایردراپی هزینه بکنید. من خودم الان همین 3 دلاری رو که اینجا واریز کردم، وجدانی امروز نهار نمیخورم پول این جبران بشه. واقعا با آدم فشار میاد. برگشتم گفتم روی شبکه اتریوم لینیا قراره بریم جلو، هفته آخر اومدن عوض کردن، حتی هنوزم که هنوز شبکهشون رو تغییر ندادن. به خاطر همین مسائل میگم وایسین ایردراپ ها لیست بشن، بعدا اگه کارمزد خواستن کارمزدشون رو واریز میکنیم دیگه، عجله ای نداشته باشین. خیلی خوب دوستان، دیگه تقریبا همه چیز رو راجع به این ایردراپ توضیح دادم. حالا اگه خبر جدیدی بیاد 100% خبرش رو بهتون میگم.
فقط لطف کنید اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک بکنین، کانالم حتما سابسکرایب کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی منتشر کردم سریع ازش مطلع بشین و بتونین ویدیوشو ببینید. روزتون خوش، خدا نگهدار.